در ناحیه شغنان نزدیک 20 نفر شخصان امکانیت جسمانیش را محدود به معیوبی خود نگاه نکرده به مهنت فایدناک مشغولند. یک نفری از آنها ساکن دهه برسیم جماعت دهات سوچان گلبهار بردی بکوه می باشد. گلبهار معیوبی مادرزاد بوده یک دست و پایش به حرکت می باشند و امکان ندارد که به یاردم غیر از خانه براید. برای سبک نمودن حرکت او در درون خانه و در صحن حولی و کوچه دهه چند سال قبل از طرف اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه به اختیارش اروبچه معیوبی داده شد. گلبهار باشد به معیوبی خود نگاه نکرده موافق امکانات با بافتن جوراب ها و دیگر محصولات پشمین مشغول است. از روی گفت خودی وی این کسب را از مادرش پری ماه قدم و آموخته است. گلبهار میگوید که با مشقت بافندگی را از خود نمود چون مادر مهربانش دائما وی را دستگیری میکرد و مرحله به مرحله بافتن هر گونه محصولات پشمین را میآموزاند. گلبهار صاحب این کسب گشت. وی میگوید که با تشکیلات هنرهای دستی پامیر علاقه قوی داشته محصولات استحصال کرده از طرف آنها خرید میگردد. همین طرز علاوه به نفقه پولی گلبهار بردیبکوا صاحب مبلغ معین میگردد. برای باز هم با صفت نمودن محصولات بافندگان ماهر دهه برای وی نقشه های گل های گوناگون را که در بدخشان فراوان استفاده میگردند در روی کاغذ آوردند. همه آنها شکل های درست گیومتری داشته با نام های گردونه، الوف، آفتاب، پری تاووس، ایزی پرنده و غیره معمولند. از روی گفت مادر گلنما پریما قدم و وی این گل پرتایی ها را به دخترش یاد داده است و خرسند از آن است که دخترش از عهده چنین گل پرتایی های مرکب می براید. از روی گفت برادر گلبهار گلوس بردیبکوف آیله آنها بر وقت به سرابا ماند. پدرشان در 40 سالگی دنیا را پدرود گفت. مادرشان آنها را به وای رساند. آنها هم کوشش نمودند که دستیاری مادرشان باشند. گلوس کسب دوریدگری را از خود نمود. گلنما باشد به معیوبیش نگاه نکرده محصولات با میبافد. از تلویزیون خبری یافتند که در پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان سپارش داد که نفقه پولی معیوبان گروه یکم 50% زیاد کرده شود.